بازم خوش آمدین دوست عزیز، ادامه برنامه است و واقعا جالب بود در هر میدان و هر مسابقه که بود. اول ریفری بیچاره لط میخورد، دوباره باز برمیگشت و ورزشکار. خوب است، مهمونه بخش ورزش ما هم رسیدن و با ما هستن. صحبت ها رو با مهمونه ورزش کمی داشته باشین. دو تن از ورزشکارای خوب با ما هستن از دو رشته مختلف. واقعا هر دو رشته رشته بسیار جالب و رشته بسیار خوبی است که بیشتر جوان هم علاقه مندش هست و بیشتر جوان هم به این رشته رو آورده ورزش میکنن. امروز ما خواستیم از این دو رشته دو ورزشکار بسیار خوب ما رو داشته باشیم. آقای فرید مبارز ورزشکار ام ام ای و آقای فرهاد شیرزاد ورزشکار جیدو. خوش آمدین، صبح شما بخیر. تشکر میکنم. اگر راحت جوان طلبی پس برا و قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. سلام عرض ادب دارم خدمت شما همکارای تکنیکی از طریق تلویزیون شما به تمام بینندگان تلویزیون شما تقدیم میکنم. سلامت باشین، آخر مورد خوش آمدین. تشکر زنده باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح بخیر خدمت شما و خدمت همکارتان و خدمت بینندگان تقدیم میکنم. سلامت باشین. بسیار خوش هستم از اینکه ما در برنامه آغاز و شروع را با ورزشکارا داشته باشیم، چون یکی از مردمایی که همیش پیشانیشون باز است و همیش همون یک چهره بشاش و خوش دارن نو ورزشکارا هستن. برام روزایی که ورزشکارا می داشته باشم واقعا بسیار خوش دارم با این مردم بیشتر و بیشتر صحبت داشته باشم. خوب از بین یادآوری کنم، چون ام ام ای اکثرا در اواخر یکی از ورزشهایی است که بیشتر جوان علاقمند شده و ورزشهای نو در افغانستان است، علاقمند خود بیشتر پیدا کرده. شما چرا خواستین به این رشته رو بیارین؟ ما سال 2005 ورزش میکردم، سه سال یک دو سالش ما ورزش پهلوانی کردیم، بعد از یک سالش هم ورزش جمناستیک کردیم. باز بعدا من می مسابقه می را دیدم دمی ورزش توانمندی خود پیدا کردم و این ورزش بسیار خوشم آمد، چرا که از همه ورزش ها گرفته شده بسیار یک ورزش کامل است و در این ورزش بسیار خوشم آمد، در این ورزش انتخاب کردم که سرده خوب دارم از این ورزش می. آها، بسیار خوب است. و ای واقعا هم همون رقمی که پیش ازی که در ورزش بری تصورش داشتی فکر میکردی که انت یک ورزشکار باید باشم، اما تو به مو هدف رسیدی یا خیر؟ بله، ما قبلا گفتم که ما دیگه ورزش را میکردم، ما میگفتم که اگه ورزش باشه جنگی باشه، نه. از هیچ چیز ممانعت نداشته باشه. مثالش دیگه ورزش بوکس است، مثالش نمیتونی که از لگت استفاده بکنی. آها. یا تکواندو است، تنها لگت است. به خاطر این ورزش که ما قبلا پیش بری میکردم، گفتم اگه ورزش باشه هیچ چیز ممانعت نداشته باشه، از همه چیز استفاده کرده اصلا فاول نداشته باشه. نه، باز بسیار خوش هستم که این ورزش پیدا کردم، بسیار در این ورزش راحت هستم. آها، بسیار خوب. یکی از ورزش‌هایی که مردم افغانستان بیشتر دوست دارن ورزش‌های خشن است. بله، میفهمی که افغانی‌ها عمرشون در جنگ دیر شده، خرد و کلانش تا بزرگش میخوان که این ورزش جنگی زای باشه. یک ورزش خشن جنگی باشه. بله. خوب است. آقای شیرزاد، ورزش جیدو چگونه ورزش است؟ ورزش خشن است یا ورزش بسیار همون راحت؟ ورزش جیدو ورزش فکری است. که تعریف داره جیدو علمی است که روح و روان انشام می‌سازد و مغز انکشاف می‌ده. که یک تعریف دیگه هم داره که استفاده کردن قدرت تعریف را در مقابل خود داری به معنای نرم و ملایم به فکر کار میشه. اکثرا این ورزش به کسایی مفید است که یادروی داشته باشد، تکلیف اعصاب داشته باشد. این ورزش جودو به مو خاطر جور شده. در زمان قدیم در ژاپن جیوتسو کارای بسیار کلان بودن، سر ورزش های دیگر زور بودن. بازی بنیانگذارش جیگارو کانو میگن که از ژاپن است. بازی امی ورزش جیدو را کشف کرد که توانست این ورزش جیدو مقابله در روی این ورزش جیسو بکنه، که از اون زمان با امی تعریف خود امو بنیانگذاری کرده بود که جیدو علمی است که روح روان انشا میدونه و مغز این کچان برنامه نرم ملایم به فکر به تخنیک کار میشه، به زور نیه. آه، دقیق است. و چقدر جیدو فیران در افغانستان علاقه من داره جانو به ورزش رو آوردن؟ جیدو خب یک ورزش المپیکی است که در مسابقات توکیو گرفته می شود. این ورزش در 28 ولایت افغانستان فعلا انجام داده می شود و بسیار نفوذ داره و از همه رشته هایی که مثل برادرم که گفت فیجوفا یا دیگه ورزش های رزمی، حتما او یک سال دو سال خود در جیدو سپری میکنه که خاک، خفک، شکن، پرتاب داره، بسیار لرم میمه داره در دیگه ورزش رزمی. در ورزش جیدو
وزن و سن مهم است شیخه؟ بله، ورزش جودو ورزشی است که به وزن کار میشه. تا 20 گرام هم بالا نمنداده بعد اگر کس اهم وزن باید از باش مسابقه اهم بکنی وزن اهم وزن. یعنی یک کسی که بخوای ورزش جیدو انجام بده او وزنش باید تا کدام حد باشه؟ یک کسی که در هر وزن باشه میتونه باید ورزش انجام بده؟ وزن جیدو خوب از 25 شروع میشه الا تا 120 کیلوگرم که 4 کاتگوری داره. نوحالان است، نوجوانان است، جوانان است، منتخب است، بزرگسالان است. دیگه 4 120 کیلوگرم کسی که وزن داشته باشه این میتونه ورزش جیدو انجام بده؟ بله. ورزش جیدو پرتابی گپا داره؟ داخل ما پیشترم یادآوری کردم که هم پرتاب ساده داره، ششتام داره، خاک، خفک، شکن داره. کسایی که باز 120 کیلو هستن اینا دیگه پرتاب ششته باشه، پرتاب ساده نمیتونه. خویی ها ساده کار میکنم. اصلا جیدو مثل پهلوانی وارست. پهلوانی یکی از ورزش های محلی سمت شمال است. این همون شکل گرفته میشه دایی خو یک نواری زیاد دایی کردن که همین خاک خفک و شکن ها دایی زیاده کردن دیگه. خوب است. آخه این مبارز پین یاداری بکنین در چه قدر مسابقات شرکت کردین؟ دستاوردهایتون چی هست؟ با ما سال 2012 که اولین مسابقه داشتم در تیم ملی که با شرکت دادن 5 حریف تانست مایست مقام اول بگیرم. باز بعد در تیم تا از سال 2013 14 15 با در 15 سال 2015 یک مسابقه داشتم در کشور پاکستان که مدالش اینجا حضور داره و یک مسابقه دامی چند وقت پیش در ایران داشتم که مدالش است. در بین 18 کشور رئیس مقام اول گرفتم که مدال طلا گرفتم. در بین 18 کشور مقام اول واقعا دستاورد بسیار بزرگ است. دستاورد خوشحال نیست و این کار ساده نیست. ما تقدیر نامه هم از کزار مسابقه هم گرفتیم. جای جان شما از این سر میز ما یک شاد بگیرین. دوست عزیز این سر میز نال من نمیتونم که هر کدام از دیرش برای شما معرفی بگیرم، اما اینمی بیروبار را که میبینین از هر مسابقه و از هر طرف دستاورد دی جوانای ما است که واقعا هر کدام از این مدارا که شما میبینین هر کدام از دست آوردن از یا کار ساده نیست و این واقعا زحمت کار داره، مهنت کار داره، کار بسیار مشکل و کار بسیار دشوار است. به خاطر اینا زحمت کشیدن، وقت صرف کردن و بالاخره تانستن که این افتخارات کمایی بکنن و این افتخارات تنها به خود کمایی نکردن و تمام مردم افغانستان است و این افتخارات تنها از خودشان نیست و به نمایندگی مردم افغانستان اینا این افتخارات کسب کردن. واقعا هم بسیار زیاد اینا زحمت کشیدن و دستاورد کار ساده نیست. امید موفقیت های بیشتر و بیشتر دارم. کدام ویدیویی از آقای فرهاد شیرزاد آماده است؟ امیر ببینیم ورزش جیدو بیشتر و بیشتر معرفی میشیم و دوباره برمیگردیم. که صلح و صفای تو خواهم زجان
بنوازم به اسم تو افغانستان که صلح و صفای تو خواهیم ز جان. وطن لال زارت بهشت من است، وطن خاک پاک تو عشق من است، وطن. نوشتان باد عزیزی که یکقدر زحمت کشیم و یکقدر دست آور دارین. بسیار تشکر میکنم، سلامت باشین. تشکر عزیزی که تشریف آوردیم، امید زیر دارم که انشالله در برنامه آینده شما را داشته باشم و از دستاورده بیشتر صحبت باشم. تشکر میکنم از شما که ما را در برنامه زیبایتان دعوت کردین و امی برنامه تلویزیونی شماست که همه ورزشکارا چهره مدرب پیدا میکنن شناخت رشت ورزشکار. و امی از تشکر میکنم از شما، از رئیس تلویزیونتان، از تمام دستندرکارایتان. سلامت باشین، تشکر از اینکه لطف کردین تشریف آوردین. تشکر از همه عزیزانی که تا دیدم همراهی کردن. امیدوارم که از بخش ورزش هم انشالله که لذت برده باشین و صحبت های ورزشی بود با ورزشکار عزیز ما. وقفه کوتاه و بعد وقفه هم ادامه برنامه با مهمان های بعدی برنامه.